نامه ای برای ندا. عزیزترین کسم، ندای عزیزم، دلت می خواهد بعد از تمام این خفه شدنهای پی در پی جیغ بزنی، جیغ بنفش، به امید اینکه کسی صدایت را بشنود. همه چیز برایت غیر قابل تحمل شده. احساس میکنی با یه تلنگر سرریز میشوی، اما ما تلنگرهای زیادی خوردیم و هنوز سرریز نشدیم. نمیدانم این آستانه تحمل ما کی تمام میشود که ما این چنین رام شدیم و خفه خون گرفتیم. بیا با هم برویم روی تخت دراز بکشیم و پاهایمان را در شکممان جمع کنیم و دستانمان را دور گردن همدیگر حلقه کنیم. و به همدیگر فکر کنیم. بیا بخوابیم و در خواب با همدیگر حرف بزنیم. باید بخوابیم و خواب ببینیم. باید خواب ببینیم که باز هم شب است و من و تو روی چرخ و فلک شهر بازی متروکه این نشسته ایم و منتظریم تا چرخ و فلک رو روشن کنند و من و تو برویم بالا. هوا سرد است. هر دوی ما مثل بید می لرزیم. من و تو ساعت ها نشسته ایم در تاریکی و زور ترس جرأت نمی کنیم سر به چرخانیم و به سیاهی مطلق اطرافمان که مثل اقیانوس ما را در خود غرق کرده بنگریم. ما از زور ترس با هم شوخی می کنیم و اوج ترسمان را در یک قهقهه بلند پنهان می کنیم تا شاید تو لابلای خنده هایت به من بگویی که چرا اینطور شد؟ چرا عمرمان تمام نشده؟ به آخر خط رسیدیم. من سراپا گوش بودم که چرخ و فلک بالاخره روشن شد و ما کم کم رفتیم بالا و من از خوشحالی جیغ کشیدم. هوا کم کم روشن شد و من یک آن در خواب خودم را روبروی خودم میبینم که خوشحالم، اما من لخت بودم. بعد دوباره به خودم نگاه میکنم و میبینم واقعا لختم. جیغ میزنم، جیغهای ممتد تا آخرین نفس و دوباره جیغ میزنم. من نگران میشوم که اگر چرخ و فلک برسد پایین، با چه رویی باید از چرخ و فلک پایین بیایم؟ ای کاش من نامرئی بودم. چرخ و فلک به پایین میرسد و من سراسیمه پایین میایم. شروع میکنم به دویدن، ولی کسی حتی یک نگاه هم به من نمیاندازد و من مبهوت ایستادم و به مردم نگاه میکنم. ترسیدم نکند همه اینها توهم باشد و من اصلا وجود نداشته باشم. اگر از همان اول هم نبودم چه؟ برای هیچ کس اهمیتی نداشت. به آدم ها می نگرم. بود و نبود من برای آنها ارزشی نداشت. آنها بدون من هم می توانستند راه بروند، بخندند، کار کنند، پول در بیاورند، پولشان را خرج کنند، عاشق شوند، ازدواج کنند، بچه دار شوند و زندگی کنند تا بمیرند، بدون اینکه متوجه باشند که من هم وجود دارم.
این گونه بود که ما دیگر نتوانستیم همدیگر را پیدا کنیم. ندای عزیزم. ما به هم آسیب زدیم بدون اینکه حتی خودمان متوجه باشیم. با ندیدن، با نادیده گرفتن. ما نه تنها انسانهایی که از کنار ما رد شدند را ندیدیم، بلکه حتی چاقوهای درون دستهایشان را هم ندیدیم. چاقوهایی که گهگاه از پشت بر تن ما فرو می رفت و گاهی هم از جلو. ما حتی چاقوی درون دست خودمان را هم ندیدیم. می توانیم بشموریم که با چاقوی تیز درون دستمان به چند نفر حمله کردیم؟ یا چند بار با همین چاقو خودمان را زخمی کردیم؟ زخمهایی که دیگران به ما می زنند به کنار، زخمهایی که خودمان به خودمان زدیم چه؟ من چند بار به تو زخم زدم؟ تو یادت هست؟ یک روز می رسد که به خود می گوییم چرا انقدر درد داریم؟ ما حتی از دیدن زخم های روی تنمان هم عاجزیم. شاید چشم های من را با همین چاقوها از حدقه در آوردند که هیچ چیز واقعی را نمی توانیم ببینیم. هرچه هست توهمی بیش نیست. ای کاش احساس را هم می توانستن از ما بگیرند که حداقل حسش نمی کردیم. چرا کسی به من نگاه نمی کرد؟ حتی لخت بودن من هم برای کسی اهمیت نداشت. من واقعا نبودم و حتی تو هم نبودی. ما باورمان شد که نیستیم و اهمیتی هم نداشت این موضوع. اسمش را گذاشته بودند انتخاب طبیعت. کیفیت زندگی برای هیچ کس مهم نبود. مهم کمیت بود، نه کیفیت. به هر حال ما بودیم تا ادامه پیدا کنند. نه خود ما، جامعه ما، فرهنگ ما، مذهب ما، سیاست ما. شک ندارم که تو هم داشتی به همین چیزها فکر می کردی که خودت را در خانه محصور دیدی که سر تا سر آن پنجره بود. پنکه سقفی اتاق با آخرین سرعت روشن بود ولی زورش به گرما نمی رسید. پشت گردنت عرق کرده بود و موهای موجدار مشکیت چسبیده بود به گردنت. تمام پنجره ها را باز کردی تا هوا جریان داشته باشد. نور تمام خانه را احاطه کرده بود. پرده های حریر با هر وزش باد در هوا موج می خوردند و ما را به شک می انداختند که این خانه واقعی است یا رویاست. منظره کوهستان سرسبز ما را محو خود کرده بود. اما با این حال ته دلت آشوب بود. با خودت می گفتی من چرا نمی توانم از این همه زیبایی و آرامش لذت ببرم؟ انگار باید به کسی خبر می دادی. اما به چه کسی یا چه چیزی را خبر می دادی؟ خودت هم نمی دانستی که دقیقاً در همان لحظه صدای دویدن کسی از سراشیبی کوچه به گوشمان رسید. ما برگشتیم به طرف دیگر پنجره ها و به مردی که نفس نفس زنان از کوچه می گریخت نگاه کردیم. این منظره آنقدرها هم برای من عجیب نبود تا اینکه دو مرد دیگر دوان دوان از راه رسیدند و دقیقاً زیر چراغ برق قدیمی با تیرک چوبی کهنه که امتدادش به پنجره‌ای می‌رسید که من و تو داشتیم از آن سرک می‌کشیدیم
ایستادند و یکی از آنها هفت تیری از جیبش درآورد و به سمت مرد گریزان شلیک کرد. گلوله به سر مرد اصابت کرد و مرد به زمین افتاد و خون از شیب کوچه سرید به سمت پایین و من و تو تنها شاهد این داستان بودی. و تو ناخودآگاه در ذهنم زمزمه کردی. زردی ها بیهوده قرمز نشدند. قرمزی رنگ نینداخت بیهوده بر دیوار. میخواستم بروم پایین تا از نزدیک قرمزی خونی که بر کف آسفالت میسورید را ببینم. اما ترسیدم. ترسیدم که آنها دوباره برگردند و مرد اسلحه به دست به من شلیک کند. گلوله برود در سینه‌ام. من بیفتم روی زمین کنار همان مرد غرق در خون. چشمانم باز بماند اما جایی را نتوانم ببینم. چون خون جلوی چشمم را گرفته باشد و اصلا نفهمم که چه اتفاقی افتاده و مرد دومی بیاید بالای سرم و بگوید چرا به این شلیک کردی؟ او بیگناه بود. مرد اسلحه به دست بگوید آخر اون ما را دیده بود، اگر نمی کشتمش بعدها شر می شد. مرد دومی دستش را بگذارد روی سینه‌ام و فشار دهد، سعی کند جلوی خون ریزی را بگیرد اما نتواند و خون من به روی آسفالت سرازیر شود و انقدر برود پایین تا برسد زیر پای تو، ندای عزیزم. و تو در شلوغی شهر در میان مردمانی که سراسیمه از این طرف به آن طرف می دوند ایستاده ای و به خون من نگاه می کنی. چادر مشکیت را بالا می کشی، نگرانی که خون من پاهای سفیدت را کثیف نکند. آخر تو با دمپایی از خانه بیرون آمدی و پاهایت لخت بود. تو دویدی به سمت خانه و از کوچه های شیبدار انقدر بالا و پایین رفتی تا خانه را گم کردی و دیگر اراده پاهایت دست خودت نبود. به جای اینکه راه بروی شنا می کردی و از رویایی به کابوس و از کابوسی به رویا و باز هم کابوس شناور بودی تا اینکه کار ما به شیدایی کشید، جوری که حتی خوابهای من را جدیتر از بیداری گرفته بودیم.